ما توی متن سوم matching headings داریم و بعدش هم همیشه هم سوالات matching headings قبل از متن میان. خب من اول سوال رو بهتون داده، بعد متن شروع میشه برخلاف حالتهای قبلی، و بعدش میبینیم که سوالات 35 تا 37 سوالات جا خالی هستن، سوالات 38 تا 40 true false not given هستن. خب بچه‌ها شما اساساً میتونید دو تا روش رو پیش بگیرید. یه نفر ممکنه بگه که من با matching headings شروع میکنم و بعد میرم سراغ سوالات جای خالی. خب اساساً وقتی که شما با matching headings شروع میکنی، احتمالاً بعداً میتونی سوالات true false not given و جا خالی رو راحت تر میتونی جواب بدی. بعضیا برعکس با این استدلال که اونا سوالات آسون تری هن و احتمال این که من اونا درست جواب بدم بیشتره، میرن با چی شروع میکنن؟ 35 و 37 تا 40 و اول جواب میدن، بعد برن سراغ سوالات matching headings. خود من شخصا ترجیحم اینه که matching heading رو آخر جواب بدم. خب معمولا تعداد جوابای درسته بیشتری دارم که من به اصطلاح وقتی این کار رو انجام میدم، ولی اینجوری هم نیست که بگم که اگه با matching heading شروع کنید کار اشتباهی میکنید. نه اصلا اینجوری نیست. نکتهش اینه که شما باید هر دو حالت رو توی تستایی که میزنید امتحان بکنید، ببینید در کدوم حالت تعداد پاسخهای بیشتری دارید و اون روشی که با شما بیشتر سازگار هست رو پیش بگیرید. خب در مورد سوالات من یه توضیح در مورد سوالات بدم، دوباره بهتون زمان میدم و بعد با همدیگه جوابتون رو بررسی میکنیم. از همون matching headings من توضیح میدم. خب من چجوری باید به این سوالات جواب بدم؟ ببینید بچه ها، ما با یک سری پاراگراف طرف هستیم. خب پاراگراف A تا H، A B C D E F G H، 8 پاراگراف داره. خب من اگه بخوام به این سوالات جواب بدم، اول از همه چیزی که باید توی ذهنم باشه اینه که چطور مدیریت زمان بهتری داشته باشم. خب و در زمان کمتر بتونم سوالات بیشتری رو جواب بدم، مثلا توی سوالات matching headings. خب چی کار باید بکنم که بتونم این اتفاق بیفته؟ یه چیز رو باید بدونیم، اینم اینه که بچه ها پاراگراف نوشتن اصول خاص خودش رو داره. قاعدتا این متن یه نویسنده‌ای داشته و این پاراگراف ها رو بر اساس اصول پاراگراف نویسی نوشته. شما هم بعداً بخواید کلاس رایتینگ شرکت بکنید، نوشتن پاراگراف رو بر اساس یک اصول خاصی به شما یاد میدن. اون چیه بچه ها؟ اون اصولی که ما داریم توی نوشتن پاراگراف، من تایپ میکنم اینجا براتون. خب ما در نوشتن پاراگراف یه چیز خیلی ساده ابتدایی و بیسیک و در این حال خیلی خوبش اینه که ما اول کار میایم مین آیدیا رو مطرح میکنیم. خب و بعد میایم برای اون مین آیدیامون چی کار میکنیم؟ ساپورت میاریم، یه ادعایی رو میگیم و بعد میایم ازش دفاع میکنیم. مثلا من ممکنه بگم که یه نفر از من بپرسه که مثلا نظرت در مورد فلانی چیه، من میگم آدم خوبیه. وقتی میگم آدم خوبیه، این مین آیدیای من. خب حالا قاعدتا شنونده انتظار داره که بدونه که چرا من میگم آدم خوبیه، خوب بودن رو در چی میبینم. خب و بعد من شروع میکنم، مثلا میام میگم که آدم مثلا خوش اخلاقیه، این میشه ساپورت خودش، یا میگم که آدم خوش قولیه، باز خودش یه ساپورت میشه، یا آدم منظمیه، باز این خودش یه ساپورت میشه. پس این منظم بودن و خوش قول بودن و خوش اخلاق بودن، این سه تا دارن از چی دفاع میکنن؟ از مین آیدیای من. مین آیدیای من چیه؟ مین آیدیای من اینه که طرف آدم خوبیه. خب حالا معمولا نویسنده ها اول توی جمله اول ایده اصلی رو مطرح میکنن، خب و بعد در ادامه از اون ایده اصلی دفاع میکنن. نویسنده های آماتور و نویسنده های حرفه‌ای جفتشون از این روش استفاده میکنن. بعضی وقتا نویسنده های حرفه‌ای ممکنه که مین آیدیا رو وسط پاراگراف یا آخر پاراگراف بیارن. خب که این اتفاق ممکنه توی این پاراگراف هایی که قرار بخونید هم بیفته، ولی شما فعلا اون
پیش فرض رو این بگیرید که قرار اولین جمله یا نهایتا دو تا جمله اول پاراگراف مین آیدیا یا ایده اصلی پاراگراف باشه و ادامه پاراگراف توضیح و دفاع از اون مین آیدیا باشه. خب با در نظر گرفتن همچین چیزی، خب چی کار میکنید؟ میایید و حالا با چه روشی به سوال جواب میدیم؟ اول از همه سر جلسه امتحان گزینه های یک که به عدد یونانی نوشته شدن، 1 تا 9 اینجا مثلا 9 تا گزینه داریم، اول همه این گزینه ها رو بخونید. خب چند تا سوال داریم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، یکیش هم اضافه است، یعنی معمولا اضافه میدن 1, 2 یا حتی 3 تا گزینه اضافه ممکنه بهتون بدن، ولی ما فعلا نمیدونیم کدوم اضافه است. خب اول از همه یه 2 دقیقه وقت بذارید و گزینه های 1 تا 9 رو بخونید. خب و ببینید که اون هدینگ ها، اون عناوین پاراگراف اساساً چیا هستن. مثلا اولی میگه complaints about the impact of a certain approach، یعنی شکایت ها در مورد تأثیر یک روش خاص، یا ناراحتی ها، دلخوری ها در مورد مثلا یک تأثیر یک روش خاص. Fundamental beliefs that are in fact incorrect، باورهای اساسی که در واقعیت اشتباه هستند. Early recommendations concerning business activities، توصیه های اولیه در مورد فعالیت های کسب و کار. Organizations that put a new approach into practice، put something into practice یعنی از چیزی بهره بردن، از چیزی استفاده کردن. میگه سازمان هایی که یک روش جدید رو دارن ازش استفاده میکنن. Companies that have suffered from changing their approach، کمپانی هایی که از تغییر روششون آسیب دیدن. What people are increasingly expected to do، اینکه مردم دائما ازشون انتظار میره که چه کاری رو انجام بدن، ولی انتظار همینجور در حال افزایش. How to achieve outcomes that are currently impossible، چگونه به نتایجی برسیم که در حال حاضر غیر ممکنه. Neither approach guarantees continuous improvement، neither، بچه‌ها شما بین دو تا چیز وقتی میگه neither یعنی نه این نه اون. خب میگه یعنی هیچ کدوم از این روش ها گارانتی نمی کنه به اصطلاح بهتر شدن مداوم رو. و نهم میگه که evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages، مدارکی دال بر این که یک روش خاص میتونه معایب بیشتری نسبت به مزایاش داشته باشه. یعنی من اول کار اینا رو میخونم و من باید قاعدتا سر جلسه امتحان اینا رو بفهمم، مشکل لغت اینجا نداشته باشم. توی خونه که دارید تست میزنید خوبه که قبلش یه نگاهی بندازید به سوال، فقط اگه کلمه ای هست که بلد نیستید برید معنیش رو چکار کنید پیدا بکنید. حالا زمانی که بچه شما اینا رو خوندید به ترتیب میرید سراغ پاراگراف اول. حالا استثنان دقت کنید، پاراگراف اول یعنی پاراگراف A 3 تا بخش داره. خب بخش اولش که کلن یه جمله است اونو بخونید، ولی نمیخواد کله بخونید. بخش دوم و سوم هم فقط جملات اولش رو بخونید. اوکی ببینید که جملات اول چیا میگن. حالا برید سراغ گزینه ها ببینید که کدوم گزینه ها به این جملاتی که خوندید نزدیکه، میتونه مرتبط باشه. خب 3 تا حالت ممکنه اتفاق بیفته. حالت اول اینه که شما میبینید که مثلا گزینه 3 و 5 و 7 بهش میخوره، مثال میزنه. خب حالت دوم اینه که میبینید هیچ گزینه‌ای بهش نمیخوره. حالت سوم اینه که فقط به یک گزینه میرسید. پس یا چند تا گزینه یا هیچ گزینه یا فقط یک گزینه، این 3 حالت اتفاق میفته. اگر حالت اول و حالت دوم اتفاق افتاد، یعنی احساس کردید چند تا گزینه بهش میخوره یا اصلا هیچ کدوم از گزینه ها بهش نمیخوره، وقتتون رو تلف نکنید. پاراگراف A رو فعلا فراموش کنید، برید سراغ B. دوباره B با همین روش. جمله اول دوباره 2 قسمت داره. خب البته بگم بچه ها پاراگراف های خیلی کوتاه و دیگه کامل بخونید دیگه، مثلا B رو کامل بخونید دیگه، اینقدر کوتاهه که دیگه جمله اول و دوم و آخر معنی خیلی نداره. پاراگراف B رو من میخونم، دوباره میرم ببینم آیا
میبینم چند تا گزینه بهش میخوره، هیچ گزینه بهش نمیخوره، پس بیخیالش میشم. اما اگر دیدم که یه گزینه بهش میخوره و یه جورایی مطمئنم، دابل چک میکنم تا مطمئن بشم که به جواب درستی رسیدم. دوباره حالا به فرض که بی رو هم من رها کرده باشم، سی رو همین کارو میکنم. سی مجددن خیلی کوتاه کامل میخونم، با همین روشی که گفتم بررسیش میکنم. دی، ای، اف، جی و اچ، اینجوری میرم جلو. حالا ببینید چی میشه بچه ها. اگه شما برید این روش رو با کتاب کمبریج آیلتس 10 تست اول متن اول بررسی بکنید، خیلی شیک و تراتمیز جملات اول پاراگراف ها به جز پاراگراف اول و دوم به شما جواب رو میده و خیلی راحت جواب میدید میان پایین. یه موقعی هست که احتمالا اینجا این اتفاق، من این تست رو قبلا زدم، یه موقعی هست پاراگراف اول رو میخونید، میبینید که چند تا جواب میخوره یا اصلا چیزی بهش نمیخوره، میرید بعدی. بی همین اتفاق میفته، سی همینجور میشه، دی و ای و اف هم همینجور میشه. بعد میگه که ای بابا اول فصل پس این چه روشیه به ما گفت مثلا که کار نمیده که. خب یعنی چون که مثلا میبینی 5 تا پاراگراف رو خوندی و این روش جواب نداده، شروع اون پنیک کردن شروع میشه، اون استرسه یواش یواش شروع میشه که من وقت ندارم، وقتمو دارم از دست میدم و همه اینها. این اتفاق، بله بچه‌ها، این روشی که من میگم ممکنه کار نده، چرا که ممکنه که بعضی از نویسنده ها مین آیدیاشون رو بیارن وسط پاراگراف یا آخر پاراگراف. اما شما فرض رو بر این بذارید، حتی اگرم که 5 تا اولی جواب نده، پاراگراف جی احتمالاً جواب میده، پاراگراف اچ احتمالاً جواب میده و حداقل با این روش یه دونه یا دو تا رو جواب دادی. خب حالا وقتی که من از پاراگراف A خوندم تا رسیدم به پاراگراف H، به فرض که فقط یکیشم جواب داده باشم، ممکنه چند تاشو جواب داده باشم، ولی به فرضم که یکیشو جواب داده باشم، بعدش چی کار کنم؟ بعدش برید سراغ سوالات جای خالی، بعدش برید سراغ true false not given. اگر زمان اضافه آوردید، برید اونایی که جواب ندادید و مجددا بررسی کنید. گفتین چی شد؟ پس یا این روش مثل کتاب 10 تست اول خیلی خوب جواب میده، با این روش شما 80% سوالا رو جواب میدی، یا ممکنه که با این روش خیلی جواب نده. و اگرم که جواب نده، شما چاره‌ای جز این که بشینی کل پاراگراف رو بخونی و ببینی که به کدوم گزینه میخوره نداری. اون دیگه بستگی به لول اف دیفیکالتی امتحان داره، ولی پیش فرض شما این باشه که من جمله اولو بخونم، اگه من تونستم با اون جواب رو پیدا کنم که هیچی، اگه نتونستم برم سراغ بعدی. همون کاری که واسه یه matching information انجام میدادم، اگه آها مومنت داشتم که دابل چک میکردم مطمئن میشدم، اگه نداشتم میرفتم سراغ بعدی. به هیچ عنوان در سوال گیر نکنید. اوکی. بعد میام سراغ و به هیچ عنوان بچه ها اون اول کار کل پاراگرافو نخونید، زمان شما رو خیلی میگیره. همون جمله های اول و دوم بسنده کنید کافیه. تنها زمانی پاراگراف رو کامل بخونید که پاراگراف خیلی کوتاه باشه. اوکی؟ این تا اینجا این کار. سوالات 35 تا 37 که نکته خیلی خاصی قاعدتا نداره، جا خالی ها طبعا همشون مثل هم هستن. سوالات جای خالی من باید بخونم ببینم چه از من میخواد، جای خالی رو تشخیص بدم، اسم، صفت، قید، فعل، ازم چی میخواد، بعد بر اساس اون برم دنبالش بگردم. خبر خوب اینه که 35 36 37 به ترتیب متن میاد. 38 39 و 40 true false not given. کدومتون بود true false not given مشکل داشتین؟ والا من دارم، همیشه غلط میزنم، بعد اونجا هم که وقت نمیرسم شانسی میزنم همه رو یه گزینه میرم. درسته. نیلوفر تو چی؟ بلک نبوده تو فاسا، ولی همون بیشتر مچینگ ها، حالا چه نیم باشه، چه اینفورمیشن باشه، چه هیدینگ باشه. آها درسته. خب بایی بچه ها توی ترو فالس نات گیون به جای اینکه توصیه اول، یک، به جای اینکه تمرکز روی کلمه ببرید، تمرکز روی مفهوم کل جمله ببرید. خب یعنی چی؟ مثال میزنم. میگه both businesses and people aim at order without really considering its value.
خب میگه هم کسب و کارها، هم شرکتها و هم آدما روی نظم، هدفشون نظمه، یعنی روی نظم دارن تمرکز میکنن بدون اینکه خیلی ارزشش رو مورد توجه قرار بدن. خب نکته‌ای که وجود داره بچه ها اینه که اگر قرار باشه جواب ترو باشه، یعنی متن من باید اون مهمترین قسمت اینه که بچه ها both businesses and people، یعنی هم کسب و کارها هم مردم این کار رو انجام میدن. پس اگه قرار جواب ترو باشه توی متنم باید بگه که هم بیزنس ها این کار رو انجام میدن هم مردم این کار رو انجام میدن، جفتشون باید به اصطلاح ترو باشه تا این دم جوابش بشه ترو. حالا اگه متن من داره میگه که، یعنی هم بگه که مردم این کار رو انجام میدن هم بگه که بیزنس ها این کار رو انجام میدن، یعنی جفتش باید صادق باشه تا این بشه ترو. حالا اگه جواب من بخواد بشه فالس به عنوان مثال، یا اینه که به اصطلاح میگه که فقط بیزنس ها این کار رو انجام میدن یا فقط مردم این کار رو انجام میدن، نمیگه جفتشون این کار رو انجام میدن. خب و اگرم که not given باشه، شما کلمه بیزنس و نمیدونم value و people و اینا رو میبینی ولی یه همچین مفهومی ازش استنباط نمیشه، به این اشاره نمیکنه که هم اونا بدون اینکه به ارزشش توجه بکنن هدفشون رو اون قرار میدن. و به جای اینکه من بعدن برم توی متنم دنبال کلمات هم معنی جمله بگردم، بهتره که برم دنبال هم مفهوم قضیه بگردم، مثل همین اتفاقی که توی تست قبلی افتاد و مثلا پوت رو معادل کلکیولیت گرفته بود، در صورتی که به صورت جداگونه پوت و کلکیولیت با هم دیگه هم معنی نیستن. خب یه نکته‌ای که هست، خیلی از بچه‌ها کیورد پیدا می‌کنن، کلمات کلیدی رو پیدا می‌کنن، میگن فلان و فلان و فلان کلمات کلیدیه، من برم بر اساس این سه تا کلمه این کلیدی جواب رو پیدا بکنم. این خوبه استفاده کردن ازش، اما چند تا نکته. یکی این که اولا کلمات کلیدی است ثابتی نیستن که من بگم که این جمله سوال 38 بر این اساس کلمات کلیدیش اینان، اینجوری نیست. خب و از طرفی شما وقتی که تمرکزت رو روی کلمه میذاری، ناخودآگاه ذهنت توی متنم داره دنبال همون کلمه میگرده. خب بنابراین به جای این که شما این روش رو پیش بگیرید، پیشنهاد من اینه که اول از همه چند بار بخونید. یکی از مهمترین دلایلی که بچه ها اصلا نمیرسن وقت کم میارن این اینه که سوال رو میخونن هنوز متوجه سوال اصلا نشدن، میرن توی متن دنبال جواب میگردن، بعد سوال یادشون میره، دوباره برمیگردن سوال رو میخونن و این رفت و برگشت چندین بار اتفاق میفته و این زمان زیادی رو از شما میگیره. به جای اینکه این کار رو انجام بدید، اول جمله رو چندین بار بخونید و برای خودتون تحلیلش بکنید. وقتی این اتفاق میفته سن چشماتون رو ببندین ببینید یادتون میاد یا نه، اگه یادتون بیاد دیگه یادتون نمیره. من الان کتابو ببندم برم دو روز دیگه برگردم سوال یادم، چرا؟ چون چندین بار خوندم، چون تحلیلش کردم سوال رو. میگه هم شرکت ها و هم آدم ها هر دو هدفشون نظمه بدون اینکه به ارزشش خیلی توجه بکنن. من دنبال این مفهومه بگردم، نه اینکه الزاما بخوام دنبال کلمات خاصی بگردم. سوال 39 میگه innovation is most successful if the people involved have distinct roles. معمولا بچه ها اینو میخونن، چهار تا کلمه هم زیرش خط میکشن، میرن دنبال جواب، به جوابی هم نمیرسن. به جای این کار رو انجام بدید چندین بار، 5 بار بخون، 6 بار اینو بخون، نگران زمان نباش. از اون حالتی که هی بری و برگردی زمان کمتری از دست میدی. چندین بار میخونم، میگه innovation نوآوری زمانی به اصطلاح موفق ترین حالت خودشه که آدمایی که درگیر این مسئله هستن نقش های متمایز داشته باشن، نقش های جدا داشته باشن. حالا اگر که همین رو بگه میشه ترو، اگر که خلاف این رو بگه میشه فالس، اگرم اینو نگه میشه نات گیون. حالا معمولا اکثر بچه ها ترو مشکلی ندارن، بین فالس و نات گیونه که مشکل دارن، یعنی جای جوابم پیدا کردن ها، جواب نات گیونه میزنن فالس، جواب فالس میزنن نات گیون. حواستون باشه بچه ها
کلیدش اینه. زمانی شما میگی فالس که برعکسشو گفته باشه، کاملا 180 درجه اون طرفشو گفته باشه. یه مثال بزنم، قبلا تو بقیه کلاسام زدم. سوال اینه که پلیس با سلاح پیشرفته از ماشین حمل پول محافظت میکنه. یه بار دیگه، پلیس با سلاح پیشرفته از ماشین حمل پول محافظت میکنه. متن چی میگه؟ میگه پلیس از ماشین حمل پول محافظت میکنه. جواب فالسه یا نات گیونه؟ بگید بچه ها همتون جواباتون رو. حمید نات گیون. آزاده؟ نات گیون. ما همه میگید نات گیون؟ خب چرا نات گیونه؟ چون به نوع سلاح اصلا اشاره‌ای نکرده. خیلی وقتا بچه ها اینو میزنن فالس. نه، زمانی میشه فالس که بگی که پلیس بدون اسلحه این کار رو انجام میده. پلیس با سلاح چی میگن؟ مثلا غیر پیشرفته این کار رو انجام میده. یعنی زمانی شما مینویسی فالس که برعکس 180 درجه مخالف اون رو متن بهت بگی. حواستون به این نکته باشه. اگه این نکته رو توی ذهنتون دائم داشته باشید، معمولا فالس و نات گیون رو درست میتونه تشخیص بده. اگر کلمه این هم جانم بگو، مثلا اگه تو همون مثالی که گفتیم، مثلا میگه پلیس با اسلحه مثلا M4 AK-47 داره مثلا چیز میکنه، الان ما نمیدونیم اون سلاح جزء پیشرفته حساب میشه نمیشه. نه اینجوری دیگه چیز نمیکنه، نگران نباش. طرح سوال حالا شاید مثلا M4 توی حالا جمله قبل و بعدش مثلا توی مکرم به عنوان یه سلاح پیشرفته ازش یاد بکنه به عنوان مثال. خب ولی صرفا میخوام اون تفاوت فالس و نات گیون دستتون بیاد که فالس زمانیه که برعکسشو بگه. اوکیه. خب فکر نمی کنم کلمه خاصی هست ندونید بچه ها توی این سوالات. نوپ. اوکی. پیش پاراگراف A سومین بخشش میخوام بدونم اولش چیه. This rhetoric. rhetoric توی فارسی هم میگیم rhetoric دیگه. This rhetoric has also crept into، یعنی این روش، این طرز فکر، حالا من دقیق نمیدونم، چک میکنم بهت میگم آخر کار. خب ولی بیشتر به جور طرز فکر، روش فکر کنم باشه. من همیشه تو فارسی هم رتوریک شنیدم. خب حالا دقیقا این فارسی چی میشه نمیدونم. چی؟ البته محسن زرم بیش فعالی فکر کنم داری، باید اصلا گفتم متن رو نخونید، کاری به متن فعلا نداشته باشید. anyway خود سوالات بچه ها، یعنی چه توی هیدینگ ها، چه توی سوالات جای خالی تو رو فالس نات گیون، کلمه ای هست بلد نباشید؟ نوب. appeals to یعنی جالب بودن. میگه یه چیزی appeals to me، یعنی فلان چیز برام جالبه، برام جذابه. میگه being organized، منظم بودن، برای کسایی جالبه که خودشونو چی میدونن. appeal to. جواب سوال 35 من کمکتون کنم، صفت میخواین. جواب سوال 36 یا صفت یا اسمه. جواب سوال 37 هم چون فعل فیل رو داریم و معمولا بعد از فیل صفت میاد، نیاز به صفت خواهیم داشت. اوکی. خب
بچه ها من زمان میگیرم 20 دقیقه از الان شروع شد، جواب بدید. انتخابش با خودتون، یا از matching heading شروع کنید بیاین پایین، یا اول جا خالی و true false not given رو جواب بدین و بعد matching heading ها رو جواب بدین. انتخابش با خودتون. اوکیه بچه ها، بیاین تا جواب رو بررسی کنیم. نیلوفر تو چه جوری شروع کردی؟ من شروع کردم پاراگراف ها رو خوندم، سکشن ها رو خوندم، بعد از توش چیزا رو پیدا میکردم، فیدینگ ها رو بعد چه وقتم پراغه نیلوفر به ترتیب شروع کردی؟ سوال های چیزا خونده بودیم میکنم، چون خاشنه بودم تو پذیر بودم که آها من که برسه، بعد اینا رو توی اون جای خالی هم بذارم. درست. اوکی. درست. مرسی. مرسی. خب. بچه ها بیاین تا از 35 شروع کنیم. اوکی؟ یعنی به فرض اینکه ما اول با سوالات جای خالی و ترو فالس رفتیم جلو و بعد بریم سراغ بقیه سوال. خب مریم هم اومد. خب. بچه جواب سوال 35 چی میگه؟ میگه که numerous training sessions are aimed at people who feel they are not جای خالی enough. میگه اون جلسات آموزشی زیادی هدفشون، اون گروه هدف این جلسات آموزشی زیاد کیا هستن؟ آدمایی که احساس میکنن به اندازه کافی چیز نیستن. خب از لحاظ دستور زبان وقتی که ایناف بعد از کلمه میاد، کلمه قبلش صفته، ولی وقتی قبل از یک کلمه میاد، کلمه بعدش اسمه. مثلا ممکنه یه نفر بگه I don't have enough money، یا یه نفر بگه I am not rich enough. enough money، money اسمه، قبلش میاد. I am not rich enough، rich صفته، enough بعدش میاد. بنابراین من اینجا توی جای خالی به یک صفت نیاز دارم. حمید جواب چیه؟ من پروداکتیو زدم. آفرین. کجاست جواب؟ همون پاراگراف A پیدا کردی فکر کنم جواب. بله. درسته. میشه بخونی؟ قسمت دوم پاراگراف A میگه که we are told that we have to organize our company for home life for week for day and even for sleep all as a means of to becoming more productive. دقیقا همیشه کافی. اوکی. میگه که به ما گفته میشه که ما باید کمپانیمون، زندگی شخصیمون، کارمون، روزمون و حتی خوابمون رو منظم بکنیم به این as a means to، یعنی به عنوان یک وسیله‌ای برای، as a means to، به عنوان وسیله‌ای برای اینکه چی بشه؟ پروداکتیو تر بشیم. خب پس قاعدتا هدف این جلسات آموزشی کیا هستن؟ کسایی هستن که به اندازه کافی حس پروداکتیو بودن ندارند. جواب سوال 35 میشه پروداکتیو. کسی از اشتباه زده باشه؟ همه درست نوشتین؟ اوکی. سوال 36 Being organized appeals to people who regard themselves as. منظم و مرتب بودن بیشتر برای آدمایی جذاب و جالبه که خودشونو چی میدونن محسن؟ خب متاسفانه من از اون ماه شروع کردم. از اون ماه؟ بینا نرسیدی اصلا؟ نه نرسیدی. اوکی. نیلوفر تو چی زدی جواب تو؟ Perfectionists. اوکی. میشه بگی کجاست جواب؟ پاراگراف A قسمت سومش. Also and intrapreneurs much to delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. دقیقا. بذار توضیح بدم. همینجور درسته.
میگه که the number of businesses that this rhetoric has also crept into the thinking of business leaders and entrepreneurs. بچه قبلش چی میگفت؟ توی تیکه دوم پاراگراف A میگفت که به ما میگن که ما باید منظم باشیم، خواب و روز و کار و همه چیمونو منظم کنیم و فلان از این حرفا. حالا قسمت سوم اینجوری شروع میکنه، this rhetoric، یعنی این رتوریک، این راه، این روش، این طرز فکر، یه همچین چیزی معنی میده. has crept into، خزیده و وارد شده. وارد چی شده؟ وارد طرز فکر رهبران کسب و کارها و entrepreneur و کارآفرین ها هم شده. much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. okay، بچه self-proclaimed یعنی خودخوانده. یعنی مثلا ممکن یه جا بشنیم مثلا فلانی در فلان منطقه خود به عنوان رهبر خودخوانده مثلا قیام کرد، یه همچین چیز. خودش اومد گفت من رهبر شما و شروع کردی کار رو انجام دادن. خب حالا میگه اینا self-proclaimed perfectionists، یعنی کسایی که خودشون رو perfectionist میدونن، کمالگرا میدونن. این self-proclaimed معادل regard themselves as میشه. جواب سوال 36 میشه perfectionist. جواب سوال 37 میگه که many people feel جای خالی with aspects of their work. مریم چی زدی؟ آها demographics claim to be satisfied with the way they work is the structure and the way they are managed. آفرین، بذارید توضیح بدم. میگه که a large proportion of workers from all demographics. بچه demographic یعنی توی بحث‌های مربوط به جمعیت از دمگرافیک استفاده می‌کنه، یعنی از تعداد زیادی آدم از بخش‌های مختلف جمعیت. خب این ادعا می‌کنن که ناراضین with the way their work is structured، با ساختار کارشون و نحوه مدیریتش از اون ناراضین. پس اون میشه dissatisfied with aspects of their work، با جنبه‌هایی از کارشون چیان ناراضین که اون جنبه ها چیا هستن، نحوه ساختارش و نحوه مدیریتش. جواب میشه dissatisfied. 35 36 37 38 39 40 احتمال زیاد بعد از 37 ممکنه فاصله داشته باشه، ولی احتمال خیلی زیاد بعد از اونه. میگه both businesses and people both businesses and people aim at order without really considering its value. میگه هم کسب و کارها هم آدما هدفشون نظم بدون اینکه واقعا ارزشش رو در نظر بگیرن، یعنی بدون اینکه فکر کنن که آیا ارزشش رو داره یا نه، هدفشون نظم داشتن. خب آزاد جواب چیه؟ والا من اینو حالا نمیدونم درست زده باشم یا نه، بر اساس پاراگراف دی زدم. جواب تو بگو. ترو درست. خب ولی من چون دیگه من اول مچینگ هلینگ رو زدم، دیگه این آخری سوالم که جواب بود، فقط این تونستم بر همین اساس بذارم که توی جمله آخرش میگه که جمله آخر پاراگراف دی میگه نتیجه این میشه، نتیجه اینجوری هستش که اون بیزینس و پیپل زمان و پول زیادی رو مثلا اینجا دارن مصرف میکنن و علاوه بر اون یه در انتها جستجو میکنن یه هدف و ولی واقعا درک درستی نداشتم ازش. خب صبر کن سمیر، تو چی جواب دادی؟ ولی میگه که اینا پول و تایم و صرف ارگانیز کردن خودشون میکنن
کجا دقیقا اینو میگه؟ Usefulness یعنی میشه اون value احساس میکنم. نه آدرسش رو بهم بگو. آها خطا من چه usefulness رو نمیبینم. در اینجا خط آخر پاراگراف چهار کلمه بود. پاراگراف کدوم پاراگراف؟ دی. آها من فکر کردم داری میگید بی. من که میشه پیداش نمیخوام. دی. آها میگه the result is that نتیجه اینه که businesses and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort. دقیقا همینه. میگه که نتیجه اینه که بیزنس ها و مردم پول و وقت میذارن که خودشون منظم بکنن برای اینکه منظم بشن به جای اینکه واقعا به هدف نهایی نگاه بکنن و ببینن که آیا این همچین تلاشی فایده داره یا نداره. پس اینا به ارزشش خیلی توجه نمی کنن. اوکی؟ خب جواب میشه true. آفر. سال 39 میگه که innovation is most successful if the people involved have distinct roles. بچه مفهوم اینه که یعنی آدمایی که دارن توی اون کمپانی مثلا دارن کار میکنن یا دارن توی گروهی کار میکنن هر کدوم نقش مجزا و شرح وظایف مجزا داشته باشن. خب همین جواب چیه؟ من پاراگراف اول جوابو بگو. من فالس دارم. آفرین فالس. خب تو پاراگراف ا میگه که research shows that when innovating, the best approach to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic. دقیقا میگه تحقیق نشون میده که موقع نوآوری بهترین اپروچ اینه که یک فضایی ایجاد بکنی دیوید و چه دیوید یعنی خلع، وید یعنی خلع، دیوید یعنی خالی از، اوکی، خالی از ساختار و هایرارکی یعنی سلسله مراتب و همه رو قادر بسازی که درگیر قضیه هستن یک گروه ارگانیک با هم دیگه کار بکنن نه اینکه جدا و مجزا از هم دیگه باشن. کاملا برعکسشو داره میگه. اوکی پس وقتی که devoid of structure و hierarchy هست یعنی اینکه نقش ها خیلی تعریف شده نیستن. اینجا جواب میشه فالس. و سوال آخر 40 گوگل was inspired to adopt flexibility by the success of General Electric. میگه گوگل ترغیب شد، الهام گرفت که بیاد این flexibility رو خودش هم اجرا بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر موفقیت جنرال الکتریک. یعنی جنرال الکتریک باعث شد که گوگل این کار رو انجام بده. سمیر جواب چیه؟ من ناتگیبم زدم. درست. چون اصلا هیچ اشاره‌ای به این قضیه نشد. ما کلمات گوگل و اینسپایر رو نمیدونم فلکسیبیلیتی و ولی میگه که گوگل یه نمونه ای از این. آره. در مورد این که گوگل از اون به اصطلاح چیز کرده الهام گرفته صحبتی نمی کنه. اینسپریشن اینجا وجود نداره. پس فکر می کنم بچه تا اینجا آسون بود، خیلی سخت نبود براتون. پس شاید بهتر باشه باز چند بار امتحان بکنید. شاید بهتر باشه که اول بریم سراغ اینها، جای خالی ها ترو فالسا، بعد بریم سراغ هدینگ ها. من راستش اینجا میخواستم همین رو بگم. من همیشه این چیزی که شما میگفتید انجام دادم. این بار اومدم چون دیدم پاراگراف ها کوچیک کوچیکن، پاراگراف کوچیکا رو خوندم، اون هدینگا رو پیدا کردم و حتی یه سری آها مومنت ها هم توی من پیدا کردم برای خودم. این خیلی اصلا احساسم خیلی اوکی بودم با این قضیه. این هم روشه دیگه، اوکیه، ایرادی نداره. مثلا تو اینجوری بودی که من پاراگراف بزرگا رو نمیخونم، پاراگراف کوچیکا رو فقط میخونم، هدینگشون رو پیدا میکنم، بعد میرم جا خالی و ترو فالس رو جواب میدم، بعد میرم سراغ پاراگراف بلندا. اینم خودش یه روش، اوکیه، هیچ ایرادی نداره. فقط به شرطی که بتونی اون استرسش رو مدیریت کنی دیگه. اوکی فکر کنم یه نفر یه چیزی گفت. سمیرا بگو جان. من این کارو کردم، فقط
خیلی بدی که داشت سه تا سوال اون جای خالیه سه تاش توی همون پاراگراف A بود. آره. دقیقاً. خب خوبه که چرا بدی؟ چون که مثلا ما اون پاراگراف طولانی‌ها رو اسکیپ می‌کردیم که بمون آخر کار دیگه. نه برای هیدینگ این کارو می‌کردیم. ما برای اگر از هیدینگ بخوایم شروع کنیم این پاراگراف A میمونه آخر کار دیگه. آره خب اینم میشه. این هم میشه. در نهایت به اون روشی باید برسیم که بهترین حالت رو به شما جواب میده. روشی که من چند بار امتحان کردم و جواب داده این بوده که اول با به ترتیب ها شروع کنم جا خالی ترو فالز، چون میدونم از اول مطبع شروع کنم، بعد برم سراغ سوالات میچینگ. حالا سوال 27 سیکشن A. بچه ها از مریم شروع کنم. مریم پاراگراف A رو چی زدی؟ یعنی سوال 27 رو چی زدی؟ پاراگراف A میشه What people are increasingly expected to do. چون ما در مورد این که اصلا هدف از این آزمایش چی بوده صحبت میکنه و نهایتاً میشه این گزینه رو انتخاب بکنی که انتظاری که از مردم میره چی هست تو محیط کار و بعد میاد اشاره میکنه که حالا چه چیزایی ازشون خواسته و درست. چه کاری باید کردن. درسته دقیقا همین. گفت که انتظار میره از مردم که دائما خودشونو منظم کنن، نظم بدن به روز و کار و شرکت و به همشون نظم بدن. جواب درسته. اوکی این احتمالا یکی از اون پاراگرافایی می بود که شما آخر کار جواب میدادی چون خیلی طولانی بوده. درسته ولی به هر حال جوابت درسته. 20 سوال 28 پاراگراف B رو آزاد چی زدی؟ چون که A رو خیلی خوب جواب ندادم ولی براش آیو انتخاب کردم. یک رو انتخاب کردم. یک آره ببخشید. خب. آره یک رو انتخاب کردم چون میگه اون شکایت هایی رو که برای یه روش خاص، اون روش خاصی که توی پاراگراف A گفته رو مثلا اینجا براش شکایت اومده، خط دوم هم گفته یه آمار بزرگی از کارگرا اومدن معتقدن که مثلا ساتیسفای نشده بودن، راضی نبودن از چه کامپلینت دیگه. دقیقاً این کامپلینت یه جور شکایت نسبت به اون مسئله است. پس جواب میشه گزینه یک. آفرین گزینه یک. مرسی. بعد میپرسم ازتون کی غیر از این جواب داده و چرا و یه رفع اشکال میکنم. خب پاراگراف C نیلوفر C رو چی جواب دادی؟ C رو بزنم یعنی 29 بچه اینجا early recommendation یعنی اون توصیه هایی که اول کار اومدن و اینجا توی این پاراگراف میگه که آقای چی یا آقای به اسم فردریک تیلر یکی از پدران این مسئله به حساب میاد و در اوایل نیمه اول به اصطلاح قرن بیستم اومد یه همچین کاری کرد. این همون early recommendation به حساب میاد. جواب میشه گزینه سوم. محسن پاراگراف دی سوال سی رو چی زدی؟ صدات نمیام. اما عادت میکنم به این سیستم کلاس کم کم. خواهش میکنم. یه دبل آیو زدم، دبل آیو یونانی. دو رو زدم. اوکی. دو رو زدم که میگه فاندامنتال بلیف یه سری باورای اولیه بود که اینا غلط بودن. همون اول پاراگراف دی. همون جمله اول. Research suggests that this obsession with efficiency is misguided. این misguided و معادل incorrect گرفتم. خوب بوده، درست بوده. میگه تقلید جدید نشون میده که این وسواس زیاد نسبت به efficiency گمراه کننده است. بعدش هم اومده گفته it's the basic اون آخر خط دوم basic assumption این فرضای اولیه رو ما اومدیم نگه داشت. درسته
درسته، جوابت کاملا درسته. اوکی سمیرا پاراگراف بعد، سوال 31. میکروفونت هم روشن کن. من 31 رو نزدم ولی فکر میکنم که باید 8 باشه. یکی برو بالاتر، 9. درست میگم؟ آره آره، چون میگه که یه سر چیزها رو میگه، بعد میگه eventually the unfulness of the process of organization، یعنی میگه که اچه جمله اول یه عبارت قشنگی داره، میگه که What's more, recent studies show that order actually has diminishing returns. من ترجمه دقیق فارسیشو نمیدونم، ولی diminishing returns یعنی که order تا یه جایی خوبه، از یه جایی به بعد برعکس میشه نتیجهش. مثلا توی متن در مورد ارتباط پول و خوشحالی هم مثلا میخوندم، میگفت این diminishing return داره، پول تا یه جایی آدمو خوشحال میکنه، از یه جایی به بعد دیگه بیشتر شدن پول منجر به بیشتر شدن خوشحالی در زندگی نمیشه. کاهش بازدهیه. مثلا شاید یه همچین چیز. ببین میگن diminishing return. خب. جان. اساساً من این جوابو آخرین خط این پاراگراف پیدا کردم که میگه جواب نمیشه؟ نه درسته، تو همون پاراگراف ایه، من دارم تو رو توضیح میدم. میگم نه نه، من متوجه هستم که جواب پاراگراف ایه، ولی یعنی ما به همین قسمت دمینیشن ریترن که برسیم باید متوجه بشیم، یا اینکه اون پایینش نه 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 based benefit. نه نه اگه بدونید آره شاید متوجه بشید، خب ولی این خود کلیت پاراگراف داره میگه که معایب از مزایا بیشترن. حرف درسته. آره، یعنی اگر من با جمله اولم به جواب نرسم احتمالاً بعدن میذارمش کنار، بعدن کل پاراگرافو میخونم به اون جوابه میرسی. آها اوکی. و در ادامه میاد میگه که order does increase productivity، نز پروداکتیویتی بیشتر میکنه تا یه حدی، ولی در نهایت the usefulness of the process of organization and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. دقیقا همینو داره میگه. و بعدش هم میگه که اون معایب از مزایا چی هست؟ بیشتر. اوکی؟ من هم دقیقا همون سواد رو داشتم که سمیرا من هم 8 زده بودم و علامت سواد دقیقا به خاطر همین که continuous improvement رو گارانتی نمیده در همین. خب به neither approach باید دقت بکنی. میگه هیچ کدوم از روش ها، وقتی میگه neither approach یعنی بگه که این روش هست این روش هست، هیچ کدومش جواب نمیده. میدونی چی میگم؟ کلیت رو در نظر، به یه کلمه خاص چیز نکن. و اصلا در مورد continuous improvement خیلی مشخصا صحبت نمی کنه اینجا. من اینجوری نشد که مثلا دوتا گزینه رو بیارم، بقیه گزینه‌ها رو اصلا مطابق باش ندیدم، این نزدیکتر حالا خودش هم نبود، ولی میگم اون نیدره رو باید بهش دقت می‌کردی که نه این جواب میده نه اون جواب میده. اوکی سوال 32. سوال 32 از کی بپرسم؟ آزاد تو بگو. من 32 رو گزینه 7 انتخاب کردم که چجوری میتونیم یه به یه نتایجی برسیم که در واقع در زمان حاضر اینا ایمپاسیبل. تو همون خط اولش میگه که وقتی که اون مختره این حالا یه best approach رو به وجود میارن توی محیط، یعنی دارن یه نیو سولوشن میکنن. بعد حالا توضیح میده در آخر براش و میگه که ما باید حالا اون سولوشنمون اینجوری باشه و نمیدونم از محیط استفاده کنیم، از قدرت و قانونها و روتینای خاصی استفاده کنیم. would never be reached که would never be reached یعنی که در از قبل ما بهش نرسیده بودیم. نه طب جواب درسته. خب ببین میگه که اون جمله اولش رو قبلا حمید خونده بود، میگه ریسرچ نشون میده که ما باید یه فضای خالی از ساختار ایجاد کنیم. خب بعد میگه these environments can lead to new solutions، این محیط های خالی از ساختار
به راه حل های جدید ما رو میرسونن که تحت به اصطلاح محیط های حاضر، یعنی در شرایط حاضر هیچ وقت بهش نمیرسیم. آره، یه second conditional داره مطرح میکنه، would never be reached. اوکی okay. اینجا conventionally structured یعنی به صورت سنتی ساختار دارن، یعنی تحت ساختارهای سنتی هیچ وقت ما به اون راه حل های جدید ما نمیرسیم، همون currently impossible. جواب سوال 32 میشه گزینه 7 و پاراگراف اینقدر کوتاه هست که ما کلش رو بخونیم احتمالاً به گزینه 7 برسیم. پاراگراف جی طولانی ترینه. من اگه باشم اصلا وقتی به جی میرسم اصلا بیخیالش میشم، اول اچو جواب میدم بعد میرم سراغ جی، چون یه گزینه چی میشه کمتر میشه. ولی به هر حال سوال 33 جی رو محسن تو بگو چی زدی؟ من نزدم. نزدی؟ اوکی. نیلوفر شما چی زدی؟ چهار زدی. کاملا درسته. میگه چی گزینه چهار؟ میگه که organizations that put a new approach in practice، سازمان هایی که یک روش جدید رو دارن ازش استفاده میکنن، که اساسا داره در مورد گوگل و جنرال الکتریک و اینا داره صحبت میکنه. خود جی رو نگاه کن، میگه in recent times companies have slowly started to embrace this disorganization. کمپانی ها شروع کردن این بی نظمی رو در آغوش بگیرن، یعنی ازش put into practice بکنن. همون جمله اول داره جوابو میده، نیازی هم نیست که همه رو بخونیم. اوکی. و پاراگراف H حمید سوال 34 H رو من 8 دادم. Neither approach guarantees continuous improvement. باز پاراگراف کوتاهیه، بهتره همش رو بخونیم، من برای توضیح میدم. اگه دقت بکنید خب میاد میگه که میگه که بعد از دو نقطه میگه the evidence so far suggests disorder much like order also seems to have diminishing utility and can also have detrimental effects on performance if overused. میگه یه جورایی در چی بود؟ در ستایش بی‌نظمی داشت مینوشت تا الان. خب حالا تو پاراگراف آخر چی میگه؟ میگه این در نظر داشته باش بی‌نظمی بیش از اندازه هم میتونه تاثیر بد داشته باشه. خب میگه if overused، اگه بیش از اندازه ازش استفاده بشه، like order، مثل نظم، disorder should be embraced only so far as it is useful، تا جایی که به دردمون میخوره باید ازش استفاده بکنیم. But we should not fear it، ولی نباید ازش بترسیم. Nor venerate one over the other. من کلمه venerate رو واقعا نمیدونم، ولی حد میزنم مثلا برتری دادن این یکی به اون یکی. میگه نباید ازش بترسیم، نباید اینو به اون یکی ترجیح بدیم، برتری بدیم. This research also shows that we should continually question whether or not our existing assumptions work. جمله خیلی مهمی نیست. تهش چی داره میگه؟ میگه که تا الان در ستایش بی‌نظمی داشتم صحبت میکردم، ولی بی‌نظمی رو هم بیش از اندازه استفاده بشه جواب بهت نمیده. پس در نتیجه neither approach، نه نظم مطلق نه بی‌نظمی مطلق، هیچ کدوم continuous improvement رو تضمین نمی کنه. این میشه گزینه 8. بچه ها سریع بگین چند تا جواب سریع داشتیم. نیلوفر 10، حمید 10، آزاده من 6، من هم 10 تا، سمیرا، مریم 9 تا، من خیلی بد بودم 5 تا. اوکی بچه ها، من واچینگ هدین که میاد دیگه نمیتونم. آره، من فکر میکنم محسن اگه اول جا خالی ها و ترو فالس رو جواب داده بودی نتیجه بهتر میگرفتی. خب آره، حداقل که وقتم کم آورده بودی احتمال اینکه اونا درست تر باشه بیشتر میاد. خب حالا یه سری هم بگم، نه تعداد کم نه تعداد زیاد جواب صحیح خوشحالی یا ناراحتتون نکنه. هر چقدر بیشتر اشتباه داشته باشید یعنی قراره بیشتر یاد بگیرید. در جلسه امتحان اشتباهی کمتری خواهید داشت. این تست قبلی که
که زده بودم اینجوری بوده که من مثلا matching heading ها رو بهتر جواب دادم، یعنی اول میرفتم اونا رو بیس اولیه پاراگراف ها رو میگرفتم و با تجربه اونا میتونستم اون یکی ها رو سریع پیدا کنم که به خاطر یه جا خالی برم بیفتم کل من از اول برم تا اون ببین چند امتحان کن دیگه، چند تا تست رو امتحان کن ببین کدوم حالت بهتری نتیجه میگیری. همه چیام بگو جانم. من راستش در مورد این روشی که گفتی برای دو دقیقه اول تو امتحان بیام همه یه گزینه‌ها رو بخونم و تو ذهنم یه طوری ببینم با هر کدوم داره چی میگه. من احساس یعنی نمیدونم خیلی احساس کنم این روش با من به مشکل برمیخوره، چرا که گزینه‌ها زیادن و طولانی و خیلی باعث میشه من سردرگم بشم، اصلا یادم بره نفهمم پنیک بزنم و اعتراض کنم، ولی نمیدونم این روش خوبه یا نه. اینکه خب من الان مثلا پاراگراف بی که شروع میکنم میام توی گزینه ها میگردم هم با گزینه ها هم زمان آشنا میشم و هم با گزینه بعید رو با درصد کمتری از استرس پیدا میکنم که حالا واسه گزینه های بعدی راحت تر باشم و تایم هم یه مقداری سیو میشه. حالا نمیدونم این روش اصلا درست باشه یا آره میتونه اگه جواب همش نگه اگه جواب میده درسته دیگه. خیلی وقتا خب ما یه دیفالتی داریم، حالا بر اساس اون دیفالته میتونیم یه سری تغییرات هم ایجاد بکنیم، مشکل خاصی از نظر من نداره، مهمه که نتیجه بگیریم. ولی به صورت کلی طبق تجربه خود من یه دو دقیقه وقت بذاریم گزینه‌ها رو بخونیم، نه که بخوام حفظشون کنیم، صرفا ببینیم چی میگه همین. خب بعد بریم اونو بذاریم کنار مچینگا رو، بقیه رو جواب بدیم، یه ایده کلی پیدا بکنیم، سوالات آسون تری هستن احتمالاً درست‌تر جواب بدم، بعد برم سراغ مچینگ هدینگا بهتر جواب بده. جانم اینو بفهم. توی سوال 38 من مشکلم این بود که اصلا پیداش نکردم، بعد متوجه شدم که داشتیم به اول می‌دیدیم که توی مثلا پاراگراف دی بود، من همون اولش رو که خوندم هدینگش رو پیدا کردم دیگه، اصلا تا آخرش رو نرفتم، یعنی مثلا از ترس اینکه زمانو خب زمانم که تقریبا اونقدر چیز نبود برام، در همین سن که مشکلاتم همین بود که من تو سوال 38 چون آخرش پاراگراف به جواب رسیدیم، یعنی من توی مثلا هیدینگا هم اولش خوندم به جواب رسیدم دیگه بقیهش رو ول کردم، بعدش هم دیگه فرصت اینو نداشتم که برگردم کل اون پاراگراف رو بخونم بفهمم که سوال، یعنی نمی‌دونم از کجا پیداش کنم. خب من پیشنهادم اینه، شما اول اگه با جاخالی شروع میکنی میری جلو به فرض، خب شما اصلا فرض کن مچینگ هدینگی وجود نداره، خب فرض کن مجبورم همه شو بخونم کامل دیگه. چی؟ مجبورم همه یه پاراگراف رو خط به خط کامل بخونم. آره دیگه، باید واسه یه جاخالی ها و ترو فالس باید بخونم بیام جلو با حالا اون چیزایی که از سوال فهمیدم اینا رو جواب بده. حالا یه دیتایی از متنی ذهنت داری، بعد با این دیتا برو سراغ سوالات matching headings، از اون روش جمله اول خوندن و اینا هم استفاده کن. آها این بهتره. آره این کارو انجام بدی به نظر من. اوکی بچه ها تست دو تموم شد، تست پسج یکش هم که قبلا توی یوتیوب هست اگه ندید ببینید، تا جمعه هفته آینده که متن سروم تست سروم میخوایم کار بکنیم لطفاً تستو نزنید، اصلا نگاشم نکنید، کار با اونو نداشته باشید. توصیه هم اینه که توی این یک هفته وقت بذارید و این تست اول و تست دوم کتاب 14 رو بخونید، کلمات جدیدش رو یاد بگیرید، هم کلمات جدید یاد میگیرید و مهمتر از اون ایده های خوبی میتونه برای اسپیکینگ و رایتینگ هم بهتون بده. اوکی That's it. ایشالله تا جمعه هفته آینده ساعت 11:30 در خدمت ما هستم. جمعه خوبی هم در ادامه داشته باشین. ما با خودتون باشین. مرسی. فعلا خدا.